54 دو برگ فتوکپی به پیوست نامه 506 خط تیر 39 اداره کل حفاظت, حفاظت که به دادگستری ارسال شده و بر روی آن قید شده است جهت استهزار وزیر این متن آمده است احواز خبرگزاری پارس نحوه آتش سوزی سینما رکس آبادان به نقل از یک روزنامه خارجی فاش شد و عاملین آن بررسی شدند آقای مهندس قای مقامی مشاور فنی شهرداری آبادان امشب در نشست انجمن این متن خبر امشب در نشست انجمن شهر آبادان و در پاسخ پرسش یکی از اعضای انجمن در مورد عاملین فاجعه سینما رکس با استناد به گزارش های روزنامه دیلی تلگراف اظهار داشت به موجب اسناد به دست آمده از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین به موجب اسناد به دست آمده از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین مبلغ یک میلیون ریال چک به عنوان شخصی به نام مهندس جمشید منیشتپور پور، کارمند بهداری و بهزیستی آبادان برای انجام خرابکاری حواله می شود این شخص با همدستی فرد دیگری به نام حسین کردستانی معروف به حسین کرده و دو تن دیگر نقشه آتش سوزی سینما رو اکس را مطرح کرده در جلسات متعددی در جزیره مینو و خرمشهر تشکیل شده مقدمات این کار فراهم می شود متعاقب آن در 28 مرداد سال جاری این چهار تن با همکاری هشت تن دیگر مواد منفجره را در یک پاکت آجید گذاشته وارد سینما می شوند و مبادرت با آتش سینما می نماین. گفته می شود که این شخص یعنی مهندس منشید پور قبلا در سازمان آزادی بخش فلسطین دوره های متعدد خرابکاری دیده و پس از ارتکاب جنایت قصد فرار به بیروت را داشته که در عراق دستگیر شده است این مطالب را مهندس قائم مقامی به نقل از روزنامه, روزنامه دیلی تلگراف در انجمن شهر آبادان مطرح کرده است دادگاه محترم توجه دارند که تمام این گزارش جز به جز دروغ و ساخته سواک بوده است پنج. در نامه خیلی محرمانه شماره 452 خط تیره یک م مورخ 8 به امضای سپهبد سمدیان پور به تیمسار ارتشبد قرباغی وزیر کشور موضوع آتش سوزی سینما رکس آبادان مندرج است پرونده آتش سوزی در سینمای مزبور و دو نفر متهمین که در رابطه با حادثه فو بازدار شدند در اختیار دادسرای عادی شهرستان آبادان می باشد زمنان چگونگی امر از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور به جناب آقای وزیر دادگستری اعلام گردید است پنجاب آقای زرابی در گزارش مبارخ 27-57 خود نمیشته است در تاریخ 9-6-57 متعاقب اعلام رسانه های گروهی دائر به دستگیری مرتکب آتش سوزی سینما ریکس در عراق شخصی به نام حاشم منیشت زاده فرزند عبدالرزا 18-19 ساله وسیله سازمان اطلاعات و امنیت آبادان به داسرا تحویل و بلافاصله تحقیق از وی آغاز کردید نام برده که خود را اهل شادگان و ساکن خرمشهر حدود و تحصیلات سال چهار ابتدایی معرفی میکرد از جمله در تاریخ سیزده شش پنجا و هفت در تحقیقات و بازپرس گفته است من اصلا سینما نرفتم همش دروغ گفتند چون گفتند تو را اعدام میکنیم من یک داستان ساختم پنجاه و هفت. آقای زرابی پس از توجیه اظهارات و تحقیقات هاشم متهم دستگیر متهم دستگیر شده در صفحات 23 و 24 گزارش خود اضافه کرده است با توجه به خلاصه یک از پرونده که به عرض رسید ملاحظه خواهی فرمود تا این تاریخ جز اقرار هاشم و گفتارهای زد و نقیز او که کلا بدون دلیل بوده و در برخی موارد کذب اظهاراتش هم ثابت شده است دلیل قانع کننده ای که با اسفورس بت باند بر اساس آن قرار مجرمیت و, و داسرا که فرخواست صادر نماید وجود ندارد صرف نظر از اینکه عقاری متهم و ادعاهایش صریح و معقول و منطقی نیست 58. از آقای زرابی داستان وقت در روزنامه کیهان چهار, شم... چهار دوی اسفند 57 با تیتر شاه در فاجعه سینما آبادان پرونده سازی می کرد نقل شده است بریده روزنامه پیوست پرونده اختصاصی علی نادری است آبادان خبرنگار کیهان زرابی داستان آبادان درباره فاجعه سینما آبادان نکات تازه و بسیار مهمی را فاش کرد داستان آبادان شاه سابق را متهم کرد که وزیر دادگستری وقت را زیر فشار گذاشته بود تا عبدالرزا آشور مردی را که در اراده دستگیر شد به عنوان عامل آتشسوزی سوزی سینما آبادان به مردم معرفی کند اما از آنجا که داسترهای آبادان از این کار سر زد آشور مدتها بیگناه در زندان ماند زرابی گفت بارها مرا زیر فشار گذاشتند که بازپرس داسترهای آبادان را وادار کنم برای عبدالرزا آشور که صادر کند اما من زیر بار این دروغ بزرگ نرفتند. در نتیجه اختلاف بین باهری وزیر دادگستری وقت و شریف امامی اوج گرفت دادستان آبادان اضافه کرده است شریف امامی از باهری مصرم میخواست که در جهت اجرای نیات شاه برای خواباندن سر و صدای فاجعه سینما آشور را عامل این جنایت معرفی کند و باهری هم این فشار را به من یعنی دادستان منتقل میکرد اما من میدانستم که آشور شخص بیکاری بیش نیست که میخواسته از طریق مرز عراق برای کار به کشورهای خلیج فارس برود ذرابی همچنین فاش کرد مرا در تهران در جلسه با حضور شریف امامی اتش بود ازهاری و سپه بود مقدم رئیس سواک, م... رئیس سواک, منحله شرکت دادند. در این جلسه بار دیگر مرا تهدید کردند که باید برای فیصله دادن به ماجرای سینما رکس آشور را به عنوان عامل این جنایت معرفی کنم من زیر بار نرفتم در نتیجه شریف امامی باهری را که او هم قلبا تمایلی به این کار نداشت به کاخ شاه فرستاد در آنجا بود که شاه باهری را از وزارت برکنار کرد یک بار دیگر وقتی ماجرای سینما در مجلس و مطبوعات مطرح شد مرا به تهران فراخواندند و بار دیگر خواستار آن شدند که برای آشور که صادر کنم اما من پیشنهاد کردم برای اینکه ثابت شود آشور بیگناه است پرونده را برای مطالعه به قضات تهران بسپارند این کار شد و قضات تهران هم حرفهای مرا تایید کردند اما رئیس سواک به قضات گفت شاه برای او مهلت تعیین کرده است تا آشور را به عنوان عامل اصلی جنایت آبادان معرفی کند و سروصدا را بخواباند دادستان آبادان فاش ساخت که تهی تلگرامی از جامعه روحانیت طرفداران حقوق بشر و کانون و وکلا خواسته است که با آبادان بیایند و از طریق مطالعه پرونده روشن رو کنند که مسببان واقعی این جنایت چه کسانی بوده پایان نقل از روزنامه پنجاه آقای اطاولای سلیلی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور اعزامی به آبادان بعد از انقلاب البته در صفحه 25 گزارش خود گردیده نظر به اینکه در بریده روزنامه اشاره شده بود که بنا به اظهارات آقای زرابی داستان وقت آبادان مقامات مرکزی اصرار داشتند که علیه شخص موصوف یعنی آشور که فرخواست تنظیم گردد در این زمینه با آقای صرافی با اسپورت قضیه در آبادان و آقای زرابی داستان سابق آبادان که فعلا به عنوان دادیار داسرای تهران انجام وظیفه می نماید مذاکره ما توضیحات این بود که مقامات مرکزی و امنیتی اصرار داشتند که با توجه به عقاری رهاشم منیشتپور معروف به آشور علیه وی که فرخواست تنظیم و موضوع به دادگاه احاله کردند ضمن آقای زرابی اظهار داشتند در معیت آقای دکتر باهری وزیر وقت دادگستری در کمیسیون امنیت با حضور شریف امامین نخست وزیر شرکت و در این باب مذاکره که وی زیر بار نرفته و بعد عنوان می شود که پرونده با اظهار نظر به صلاحیت مراجع نظامی به مراجع مذکور ارسال گردد که دادستان با آن هم موافقت نمی چست؟ در تماسی که آقای بازپرس ویژه پرونده اخیرا در تاریخ 19 3 59 با آقای زرابی داستان سابق آبادان داشته است مشارنگه زمین تایید مراتب فوق از... اضافه نموده است گزارش سواک به شاه مخلوق این بود که هاشم منیشت فور به اتفاق چند نفر مرتکب آتش سوزی شده و در این گزارش علیه دادستان و بازپرس به علت اینکه علیه دستگیر شدگان قرار مجرمیت و کفرخواست صادر نمی شود انتقاداتی شده بود شاه دستور داده بود که کمیسیونی متشکل از سواک ارتش و نماینده دادگستری بروند و ظرف یک هفته کار را تمام کنند و نتیجه را اعلام نمایند وزارت دادگستری نماینده نفرستاد در اجرای دستور شاه دو نماینده یکی مجتهدی معروف مجیدی از سواک و دیگری سرهنگ وسوقی بازپرس ارتش به آبادان آمدند که کمک کنند پرونده تمام شود ضمنا ناصری سواکی معروف معاون ثابتی هم در آبادان با آقای زرابی مراجعه و اظهار می نماید که مرا از تهران فرستادند که فیلم و مصاحبه تلویزیونی تهیه و پخش کنیم و هاشم هم در موضوع آتش سوزی اظهارات خود را بکنند که, بر... که به عرض اعلی حضرت برسانیم که هرچه ایشان لازم دیدند انجام شود من یعنی آقای زرابی دادستان گفتم اظهارات و اعترافات او را قبول نداریم و بر اساس این گفته که فرخواست صادر نمی شود. آقای زرابی اضافه نمود که دکتر باهری وزیر دادگستری دو بار او را به تهران احضار به گفته است اینها یعنی سباک به شاه گزارش کردند که این شخص مرتکب آتش سینما شده است و شاه هم به شریف امامی گفته و شریف امامی هم پرسیده چرا زودتر سادر که فرخواست صادر نمی شود با توضیحاتی که درباره بیگناهی هاشم منشی زاده داده شد دکتر باهری گفت پس خودت جوابگو باش یک روز به دکتر باهری به نخست رفتیم شریف امامی و ازهاری و اویسی و قرباقی مقدم و صمدیان پور همه نشسته بودند من گزارش خود را خواندم و گفتم پرونده صدور کیفرخواست علیه این شخص را ایجاب نمی نماید شریف امامی ناراحت شد و گفت یک جوری این را درست بکنید این گزارشات چیست این این جور گفت آن این جور گفت بعد شریف امامی جلسه را با ناراحتی ترک کرد بعد از رفتن او من با سپهبد مقدم رئیس سواک وقت درگیر شدم و او با توجه به گزارش تنظیم شده از طرف سواک میخواست ثابت کند که هاشم منیشیدزاده مرتکب اصلی است و میگفت سواک نظرش قطعی است فردای آن روز دکتر باهری از طرف نخست وزیر گفت قرار عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت بده پرونده را به ارتش بفرست که من چون دیدم جان چند نفر بیگناه در خطر نابودی است مخالفت کرده آقای زرابی در خاتمه سالات شفصودهش که رسولی شکنجگر معروف و مشتهدی در تهران از هاشم تحقیق کرده و به آبادان آمده بودند و می رسم ما این است که با پرونده باشیم و آنها با ودیعی رئیس سواک آبادان تبادل نظر میکردند. 61. تقریرات آقای صرافی بازپرس در ولیه پرونده سینما رکس که وسیله آقای بازپرس ویژه اعزامی از مرکز اخذ شده و متن آن به شرح زیر از نظر اهمیت موضوع عینا نقل می شود بسم الله الرحمن الرحیم خدایا گواهی که جز راستی و حقیقت در این سطور ننوشتم و از تو یگان ملجع درماندگی و گره مشکلات مساعدت می تاردن. خبر وحشتناک آتش سینما رکس آبادان که در ساعت 9:45 دقیقه روز 28 5 57 به وقوع پیوست و از ساعت پنج صبح روز بیستونه پنج, پنج با ورود به گورستان عمومی آبادان و دیدن آن منظره دلخراش و جزغال شدن اجساد انسان‌های بیگناه نفرت هر انسانی را به حادث آفرینان آن برانگیخته و مسببان آن لنت میفرستاد یک در ساعت ورود در ساعت نه صبح روز بیستونه پنج, پنج به امضای فرماندار وقت با مشورت نمازی استاندار وقت خوزستان تهیه که زمینه پرونده است و مسببین را خرابکاران اعلام نمودند که منظور از خرابکاران معلوم بود مردم مبارزه ایران هستند. قسمت اول رو از قول آقای صرافی تصحیح میکنم ایشون اینطور عنوان کردن من اشتباه خوندم خبر وحشتناک آتش زدن سینما رکس آبادان که در ساعت 9 و 15 دقیقه روز 28 5 57 است دوم مطابق صدور اعلامیه که مورد اعتراض این جانب زرابی داستان وقت آبادان قرار گرفت معلوم بود که تحقیق در کار سینما به این آسانی نیست و نشانه آن جلوگیری از اظهار نظر کارشناسان آتش نشانی شرکت نفت و اعمال فشار بر آنان بود که پس از اجبار آنها از طریق مقام وزارت وقت دادگستری و استان خوزستان مجبور به اعلام نظر شدند سوم اظهار نظر آقای جلیل کارمند متخصص بمب سازمان امنیت کشور برای اینکه با جمعآوری قسمت های از مسائل برقی سینما و با یک شیشه سرکج به عنوان مواد آتشزاها و توضیحاتی به سرهنگ امینی آقا رئیس اطلاعات وقت شهربانی آبادان نزد بازپرس تهران که گویای طرحی برای لکهدار کردن مردم مبارز مخصوصا مبارزین مذهبی بوده است چهارم در تاریخ ن ش شخصی به نام حاشم عبدالرضا آشور که بعدا معلوم شد حاشم منیشه زاده فرزند عبدالرضا کارگر ریل شادگان ساکن خرمشهر پشت انبار دورقی می باشد با بدرقه چندین معمور سواک منحله تحت سرپرستی و مشتهدی که مشهور به دکتر مشتهدی و مجیدی است و فعلا در بازداشت دادسرای انقلابی اسلامی مرکز اوین است و در میت نوزری رسولی شکنجگر در اختیار داسترهای آبادان قرار داده می شود که دوران تحقیقاتی وی در پرونده امر محرز است یاد حاشم انشزاده که روی جهل و فقر و بدبختی به خاطر کار از طریق خین به عراق میرود در عراق دستگیر و با شکنجه های دولت بحثی عراق میگوید عامل خرابکاری در ایران بوده من جمله سینما رکس را آتش زده است که تحویل مقامات ایرانی می شود آنچه در این تراژدی و اعزام این هاشم به عراق جالب توجه است مطلب زیر است معموران سازمان امنیت در روز حرکت هاشم مراتب را به آقای تجلی معاون سازمان امنیت خوزستان گزارش می نماید. در حالی که وی مخبر را صادلو تشخیص و به موقع در ظاهر نسبت به دستگیری هاشم که نزد مخبر اقرار به آتش سوزی سینما را اکس کرده بود پس از آنکه هاشم از مرز خارج می شود، اقداماتی انجام می‌دهند که مرغ از قفس پریده بوده است حال گذشته از اقدامات کازبانی جلی مأمور بمشناسی سواک تعلل و تسامح آ... سواک آبادان در دستگیری به موقع هاشم مشید زاده را باید به چه امری تعبیر کرد با وجود اسنادی که بعداً به وی در مورد ارتکاب آتش سوزی دادن پنجم در موقع تحقیقات از هاشم چه در سواک تهران و چه در آبادان افرادی بیگناهی را به عنوان همدست معرفی که ضمن تحقیقات به علت بیگناه بودن آزاد میشه. سواک و آن که در تحریزی خود با اقرار هاشم منشیدزاده و مقاومت این جانب در صدور قرار موجه می و تشکیل دادگاه مسلحتی ناموفق است به مبادرت به صدور و دو فقره گزارش علیه این جانب وزارت دادگستری در زمان باهری و نجفی می که پاسخ لازم داده می شود ششم در این موقع ناصری معاون کمیته ضد خرابکاری به اصطلاح و شخصی به نام سرهنگ وسوقی به اتفاق مجتهدی و رسولی جهت پیگیری و کنترل این جانب و کارهای تحقیقاتی از طرف سواد و دادرسی ارتش دخالت می نماین. که البته دخالت آنها نمی تواند این جانب را از راهی که رفته به کشف حقیقت است باز دارد حاشم زاده که روی جهل و فقر و بدبختی به خاطر کار به عراق می رود در عراق دستگیر و با شکنجه های دولت بحثی عراق میگوید عامل خرابکاری در ایران بوده من جمله سینما رکس را آتش زده است که تحویل مقامات ایرانی می شود آنچه در این تراژدی و اعزام این هاشم به عراق جالب توجه است مطلب زیر است معموران سازمان امنیت در روز حرکت هاشم مراتب را به آقای تجلی معاون سازمان امنیت خوزستان گزارش می نمایند در حالی که وی مخبر را صادلو تشخیص و به موقع در ظاهر نسبت به دستگیری هاشم که نزد مخبر اقرار به آتش سوزی سینما را اکس کرده بود پس از آنکه حاشم از مرز خارج می شود اقداماتی انجام می که مرغ از قفس پریده بوده است حال گذشته از اقدامات کازبانی جلی مامور بمشناسی سواک تعلل و تسامح سواک آبادان در دستگیری به موقع حاشم منشید زاده را باید به چه امری تعبیر کرد با وجود اسنادی که بعدا به وی در مورد ارتکاب آتش سوزی دادند پنجم در موقع تحقیقات از هاشم چه در سواک تهران و چه در آبادان افرادی بیگناهی را به عنوان همدست معرفی که ضمن تحقیقات به علت بیگناه بودن آزاد میشه. سواک و اولیاء آن که در تحریزی خود با اقرار هاشم منشید زاده و مقاومت این جانب در صدور قرار مجری میگن و تشکیل دادگاه مسلحتی ناموافق است به مبادرت به صدور دو فقر گزارش علیه این جانب وزارت دادگستری در زمان باهری و نجفی می که پاسخ لازم داده می ششم. در این موقع ناصری معاون کمیته ضد خرابکاری به اصطلاح و شخصی به نام سرهنگ وسوقی به اتفاق مشتهدی و رسولی جهت پیگیری و کنترل این جانب و کارهای تحقیقاتی از طرف ساواک و دادرسی ارتش دخالت مینمایند که البته دخالت آنها نمیتواند این جانب را از راهی که رفته و کشف حقیقت است باز دارد هفتم در این موقع که تمام دنیا با جنایت وحشتناک استعمار اکس تکان خورده و علیه مسببین اقدام و روز به روز جبهه مبارزه مردم مسلمان ایران علیه تاقوط تشکل بیشتری یافته تاغوتیان با بلندگوهای خود که در تمام لباسها داشته و حتی به نام دلسوختگان سینما ریکس در بین آنها نیز ایادی خود را وارد کردند تا مسببین حادثه را روحانیت مبارز تحت رهبری قایده کمیر کبیر خمینی بزرگ معرفی نمایند که با پیام امام امت مسببین حادثه تاغوتیان و اممال سواک معرفی شدند هشتم رویای تلایی و خیالی سواک به شکل این که این جانب این آقای سرافی باسپورس وقت در مقابل رادیو و تلویزیون های دنیا قرار گرفته. و با متهمی که ساخته دست سواک بود و به اقاریر بی سر و او و معرفی افرادی بیگناه به عنوان همده است می پرداخت جامعه حقیقت پوشانده و چنین اعلام کنند که سینما رکس توسط عمال بیگانه من جمله قذافی با ارتباط با رهبر انقلاب و به دستور روحانیون مبارز آتش زده شده است مصاحبه کنم و این صحبت ها را عنوان کنم که با مقاومت این جانب این برنامه نقش بر آب شد حتی حاضر به استعفای از شغل خود شدم ولی چون دستگاه از این طرح هم ترفی نبست مراتب را که تا آن روز محرمانه بود و تنها مامورین سواک که متهم را به عنوان اینکه شهربانی قادر به نگهداری او نیز در اختیار داشتند از آن باخبر بودند تحت عنوان چه کسی سینما ریکس را آتش زده است به مجله دیلی تلگراف دادند و مجله مزبور هم تمام جزئیات پرونده را که کاملا محرمانه بود با اسامی متهمین و طرح سواک به دستور سواک چاپ کرد که در ایران وسیله اعضای انجمن شهرستان آبادان خواستار انتشار آن میشوند که وسیله وزیر وقت دادگستری دکتر نجفی از دادستان آبادان توضیح خاطر شد که مراتب به ایشان با نقشه سواک و اینکه بازپرسی حاضر به تحمل این ننگ نبود است گزارش شد با مطالعه توضیحات فوق این پرسش پیش می آید. اولا اعلامیه فرماندار وقت آبادان برای اینکه وسیله بم سینما رکس آتش زده شده بدون اظهار نظر کارشناسان و نظریه مقامات قضایی رسیدگی کنند به پرونده بر مبنایی بوده است ثانیا شهربانی آبادان دایره اطلاعات اماکن چگونه با توجه به اینکه قبلا در این سینما بمب صوتی قرار داده بودند افراد انتظامی خود را در شب حادثه و در شب قبل از آن از سینما خارج می‌نمایند به انتظامات را به کارکنان سینما میگذارند جلیل به سواک طبق گفته تهرانی معدوم حتی در تخصص خود آمریکایی ها و اسرائیلی ها را به تعجب واداشته بود. چطور با سیم و یک شیشه پپسی نظر می دهد که وسیله خرابکاران بمب گذاری شده در حالی که هیچ یک از آلات گفته شده مربوط به بمب نبوده و آثار تخریب یا صدای انفجار نیز به گوش هیچ کس من نجات یافتگان نخورده است. رابن عدم تعقیب هاشم منیشت در مورد خروج از مرز وسیله سواک آبادان چه چیزی را میتواند برساند خامسا دخالت مستقیم ناصری وسوقی رسولی مجتهدی کارشناسان و بازجویان و شکنجهگران سواک در امر تحقیق در پرونده‌ای که با آنها مربوط نبوده است چه به معنای چه ریست؟ سادسا چاپ موضوع کامل محرمانه که جز سواک و بازپرس و دادستان اطلاع از آن ندارند در مجله دلی تلگراف به نحو مورد خواسته سواک و انتصاب دادن موضوع به مردم و خلق محروم مستضعف ایران مخصوصا روحانیت مبارز آیا این دلایل کافی نیست تا آمدین سینما ریکس را دنیا بشناسند و بدانند که بر سر این ملت چه آمد و به دست چه ایادی و اممالی کورهای های آدم سوزی آیشمند بار دیگر به نشانه شعله تمدن بزرگ استخوان ملت ما را و ننگ ابدی را بر ننگ های بیشتر خود افسود باشد تا در پیشگاه داور متعال روسیا و در نزد خلق خدا شرمگین و عرض وسیع خدا برای زندگی ننگین آنها تنگ گردد بازپرس شعبدوی داسترهای آبادان معمور تحقیق سینما رکس سرافی پایان نقل نامه آقای سرافی در سینما رکس بر تماشاچیان چه گذشت؟ قبل از بیان این مطلب که در سینما چه گذشت بهتر است محل و موقعیت سینما رکس با توجه به محتویات پرونده و معاینه محل انجام شده مختصری توضیح داده شد سینمای مذکور از, از چهار طرف به خیابانهای اصلی و فرعی محدود گردیده این سینما در یک متری شهربانی و در نزدیکی اداره دارایی واقع شده سینما رکس در طبقه دوم ساختمانی قرار گرفته که طبقه تحتانی آن مغازه ها و پاساژ می باشد. کوچه و خیابان اطراف به نام کوچه دارایی، خیام، امیری، و شهرداری نامیده می به طوری که ملاحظه شد دیوار سینما که در جهت خیابان امیری است از یک تیغه نازک تشکیل شده که از چند قسمت در موقع اطفاء حریق سوراخ شده است این سینما به طوری که در پرونده منعکس است ابتدا روی پشت بام یک پاساژ به صورت تابستانی دایر می و بعدا اطراف آن با حسیر و حلبی محصور و سپس مسقف می پس از مدتی طولانی به صورت فعلی در می آیند که وضع سیم کشی ها, سندلی ها، راه شیرهای ها آتش نشانی که بدون آب بوده و غیرو به هیچ وش با مقررات ایمنی مطابقت نداشته و آسیب پذیری سینما کاملا مشهود بوده است سینما دارای دو در بست در ورودی و در خروج استراری که در استراری در حدود یک متر نیم دارد و بایستی از پله های کم عرض پرپیچ گذشت تا به در استراری رسید و این در هم به شهادت و شهود و کارکنان سینما همیشه قفل بوده است و با اینکه در تاریخ ده هشت و پنج به وسیله کارشناس سازمان دفاع غیر نظامی از, سا... از سینما رکس بازدید و عمل آمده و نبا به مقامات مسئول اعلام شده ولی در تاریخ چارده 9 و کارشناس سینما کارشناس سازمان آقای اویسی پور از محل بازدید و بلا مانع بودن آن را از لحاظ ایمنی اعلام میدارد که بر اساس آن صدور پروانه بلا مانع اعلام می کرد. که در نتیجه این پروانه که در نتیجه این پروانه که در نتیجه این پروانه جواز قتل صدها نفر از هموطنان بیگناه ما شده با این جواز مدیر فول دوست سینما توفیق پیدا نمود که با ادامه و بر پایه‌ی یک سینمای پوشاری یک کوره آدم سوزی را فراهم نماید تا در روز 28 مرداد روز جشن کودتای امریکایی برای باز شاه امریکایی صدها نفر از قربانیان بیگناه را در این کوره آدم سوزی به زغال تبدیل کند. اینک آنچه در داخل سینما گذشت با مستفاد از اظهارات نجات یافتگان و مطلعین و سایر محتویات پرونده در حدود ساعت 21, و 15 تا 21 دقیقه روز 28 مرداد 1357 در هینی که در, در سالن سینما رکس آبادان با شرکت صدها و با حضور صدها نفر تماشاچی سانس آخر فیلم گوزنها نمایش داده می شد چهار نفر جوان تحت رهبری و راهنمایی یکی از آنان به نام فرج برزکار بین جمعیت تماشاچی در ردیف وسط قسمت چهل ریالی نشسته بودند. یکی از آنان به نام نشسته بودن طبق تصمیم قبلی به دستور فرج از جای خود برخواسته و به طوری که یکی از آنان به نام آقای حسین تک علیزاده که تنها فردی است از چهار نفر که توانست خود را نجات دهد اظهار نموده دو نفر از رفقایش به نام فرج و یدالله هر کدام شیشه محتوی مخلوطی از روغن ماشین و تینر را که در اختیار داشتند در سالن مقابل درب بزرگ پخش کردند و به سالن نمایش به محل اولیه برگشته به جای خود نشستند حسین و فلا دو نفر دیگر هم قسمت عقب را تینر می پاشند حسین کبریت می کشد یک باره متوجه می شود که تقریبا دور تا دور سینما آتش گرفته است و وحشت زده خود را به سالن نمایش می رساند به طوری که اصحار نموده می فریاد بزند ولی قادر نبوده زبانش بند آمده در همین بین یکی از تماشاچیان با دیدن دود و آتش که از درهای ورودی به داخل سینما نفوذ کرده فریاد میزند سینما آتش گرفته تماشاچیان قافل از اینکه چه سرنوشت دردناکی در انتظارشان می باشد تا این لحظه فارغ نشسته و مجذوب تماشای صحنه فیلم بودند موقعی متوجه حریق می که دود و آتش به تدریج از زیر درهای ورودی به داخل سینما سرایت می نماید. در این موقع نمایش فیلم قطع می شود چراغ ها برای چند لحظه روشن می کردند مردم به درهای ورودی و خروجی حمله می کنند ولی با درهای بسته روبرو می شوند همگی در محاصره آتش قرار می گیرند در این موقع شاید به علت سرایت آتش به کابل های برق چراغ ها هم خاموش می شوند دود و ظلمت همه جا را فرا می گیرد به گفته شاه مخلوع ساقط وحشت بزرگ تحقق پیدا می کند. در این حال فقط صدای زجه و ناله و فریاد استمداد زنان و کودکان بیش از همه به گوش می رسیده است در حالی که ارتباط آنها با محیط خارج از سینما به لحاظ محاصره آتش و بستن درها قطع شده بود مردم گرفتار و به دام افتاده برای نجات خود ناگزیر به طرف درها هجوم می آورند ادعی موفق می شوند با فشار در سیریالی را باز کرده و از در بزرگ ورودی که تا این لحظه باز بود خود را نجات دهند از جمله حسین تک علیزاده متهم مدعی است که از این راه موفق به نجات خود شده است ولی سه نفر رفیق دیگرش با سایر تماشاچیان در داخل سینما سوختند که البته سرنوشت یکی از آنان به نام فلا هنوز ما مشخص است عده بیشتر تماشاچیان وقتی در جلو درهای ورودی و خروجی خود را مواجه به آتش می‌بینند به قسمت دیوار سالن مجاور خیابان سالن مجاور خیابان امیری میروند در حالی که فریاد میکشیدند قصد داشتند دیواری را که مجاور خیابان است با مشت و لگت خراب کنند که موفق نمیشوند تماشاچیان داخل سینما در اثر دود زیاد حاصل شده از آتشسوزی، سوزی بالاخص اکوستیک سخت و دیوارهای سینما که تولید گاز کربونیک نموده ابتدا خفه شده و سپس سوختند وقتی درب بزرگ سینما و درهای خروجی را پس از اتفاع حریق باز می کنند مشاهده می شود که اده زیادی از تماشاچیان موفق شده بودند که خود را به پشت درهای بسته برسانند که اگر این درها به موقع باز می شد زیادی نجات پیدا می کردند. پس از خاتمه کار بعضی از تماشاچیان که روی سندلیه های خود نشسته و به همان حال جان خود را از دست دادند دیده شدند. به این ترتیب صدها تن از زنان و مردان و کودکانی که در میان زبانهای آتش گرفتار بودند نتوانستند خود را از فضای مشتعل سینما و آن جهنم سوزان نجات داده به خارج برسانند و با حضور رؤسا و مسئولین امر قربانی یک توطعه شوم و بزرگ شدند و با مرگ این بیگناهان برای ابد ننگی بزرگ و جبران ناپذیر بر دامن بشریت نشست